سلام و وقت بخیر به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. جنگ مرزی میان مرزبانان افغانستان و پاکستان وارد سومین روز خود شد. براستی تبعات سیاسی و نظامی این جنگ در آینده دور و نزدیک چه خواهد بود و مکلفیت همپیمانان نظامی و سیاسی افغانستان در این مورد چه است؟ در برنامه امشب بازنگاه به بررسی همین موارد میپردازیم و مهمانانم در این برنامه آقای دکتر محمد امین فرهنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، و همچنان آقای برناز صالحی، کارشناس روابط بین الملل با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای فرهنگ، آنچه که بحث اثرات نظامی و سیاسی بر کشور ما میگذارد، چنین جنگ های مرزی چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما جناب استاد و بینندگان محترم، تصادمات مرزی بین افغانستان و پاکستان کدام موضوع تازه نیست. این موضوع اگر از گذشته های بسیار پیشش بگذاریم، واقعی مقالگه بود این سال 1949 که حمله کردن پاکستانی ها و وقتهای دیگری هم کردن با بالای خاک افغانستان، تنها در این دوره یکی دو سال اخیر به صورت بسیار منظم در حواشی سرحدات، سرحد گفته که نگویم، از ماورای دیورند بالای افغانستان همیشه حمله میکردن، فیر میکردن، قصبات و قرای افغانستان را مورد هدف قرار میدادن و در بسیاری مناطق حتما حتی پیش هم آمدن. من از روی یک تجربه شخصی خود میگم، سال 1384 بود، در وقت انتخابات اول پارلمانی بود که مسئله نفوذ شماری بود. روز برای من چون احصائیه مرکزی، او وقت من وزیر اقتصاد بودم، اداره میکردم احصائیه مرکزی را، برای من رئیس اداره مرکزی مو وقت یک نقشه را آورد که در منطقه کنر پاکستانی ها در حدود 20-30 کیلومتر در داخل خاک افغانستان پیش آمدن و بروی نقشه و ساحه نشان داده بودن، چرا آیت های حسایه گیری می رفتن برای انتخابات در پیش روی بود دیگه و دیگه. و ایره من بردم به رئیس جمهور وقت و رئیس شورای امنیت ملی وقت نشان دادیم. یک قال مقال افتاد که زود اقدامات کنیم دیگه کنیم، اما تا به امروز معلوم نشد که نتیجه چی شد و خطشم 30 کیلومتر پیش آمد. من نمیفهم که آیا یعنی پاکستان این کار همیشه انجام داده. حال هم از دو سه روز به این طرف است که در منطقه سرحدی که در اونجا تمام داد و ستود تجارتی و رفت و آمد مسافرین و غیره از هر دو طرف، از او طرف ماورای دیورند و این طرف ماورای دیورند که با هم خیش و قوم و یک مردم هستند، اینا حملات شروع کردن. تمام از این فقط یک علت داره از نظر ما، علتش همیست که روابط افغانستان با هندوستان بهبود پیدا میکنه. هندوستان دوست نزدیکترین افغانستان در منطقه میشه. هندوستان میخواهد در افغانستان واقعا باسازی بکنه. هندوستان میخواهد که افغانستان از این حالت بیرون برایه و پاکستان ایره اتو تلقی میکنه که این نزدیکی افغانستان با کشور هندوستان در حقیقت یک موقف گیری افغانستان بر علیه پاکستان است. پاکستان و زمامدارانش ایره درک نکردن تا به امروز که افغانستان یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ملی است و حق مسلمش است که با کدام کشور دوستی میکنه. و با تمام کشورها ما دوستی میکنیم، ما با هیچ کشور جهان نمیخواهیم دشمنی داشته باشیم، به شمول پاکستان. زیادترین میخواهیم با پاکستان دوست باشیم. اما چرا این کارو میکنن؟ به حیث یک کشور مستقل، تا وقتی که ما وسیله یا ابزار سیاسی به دست یک کشور ثالث نشیم، ما دوستی خود با هر کس دوام میدیم. اما این توانایی و این فراست هم داریم که درک کنیم که این کشور یا آن کشور میخواهد که ما را به حیث یک ابزار سیاسی استفاده کنه، او وقت باز ما خود ما او را متوقف میسازیم. حاجت به این نیست که کس دیگه به سر ما حمله کنه، بگه تو این کارو میکنی، من این کارو میکنم. این در حقیقت قانون جنگل است. پاکستان امروز با اساس قانون جنگل پیش میره. اینا رو میایم سر مسئله مهمترش که چی عجله داشته می حکومت وحدت ملی که فردای روز تشکیل این حکومت قرارداد امنیتی را با یا توافقنامه امنیتی را با ایالات متحده امریکا امضا کرد. اینا در مواد از اون مسائل گنجانیده شده. امروز همی حکومت وحدت ملی به می حالتی که در تورخم است و این تصادم است که تلفات داره میاد. ما شما میبینیم که از اردوی طرف تلفات از ما متاسفانه بیشتر. این چی میکنن میاد؟ کلی سکوت هستن.
هیچ کس در این موضوع حتی پای خود پیش نمی کنه. حتی خود حکومت افغانستان یک رقم فلج است، نمی کنه. در هر جای دنیا شما مثلا اوکراین دیدین، شما دیگه مسائل بسیار ممالک می بینید، در افریقا دیگه دیگه یک کوچکترین یعنی تجاوز صورت بگیره، کوچکترین تخطی از در مسائل سرحدی صورت بگیره دیگه بگیره، فورا صدایشون بلند میشه، به مراجع بین المللی میرن، گزارشگرا و مشاهدین بین المللی رو دعوت میکنن که بیاین ببینید که چی شده. در وقتی که واقعی مغلقه در سال 1949 اواسط قرن 20 صورت گرفت، فورا حکومت افغانستان هیئت ناظرین بین المللی رو خواست و در اونجا اونا فیصله کردن که پاکستان متجاوز در خاک افغانستان. حالا باید از حکومت افغانستان این کار بکنه. آنچه که حکومت افغانستان تا به هنوز انجام داده است قابل قناعت برای مردم افغانستان نیست آقای فرهنگ، با توجه به اینکه عملکردهایشان نسبت به آقای کرزی در مورد پاکستان قابل ستایش بوده در نزد مردم، پیش ما قابل ستایش است، پیش ما عملکردهای تنها در امین مورد منظور من بود، نمی مورد میگم قابل ستایش است، اما برای من کافی نیست. برای من کافی است که اینمیاله با اینمی تجاوزی که تجاوز پاکستان شروع کرده، ما شروع نکردیم با همین تجاوزی را که در ایتور یک نقطه سرحدی، سرحد رسمی عبور و مرور و تجارت است، در اینجا این کار انجام میده، تنها این کافی نیست که ما عسکر روان کنیم و جنگ شروع کنیم، این یک طرف قضیه است، اما در سطح بین المللی باید است، باید حال را منداختیم که تمام دنیا امریکا را زیر بگرفتیم، ما برای قرارداد امضا کردیم، به چی میکنی برای ما؟ سوال میکردیم، رئیس جمهور باید فورا به همراه زعمای بزرگ جهان تماس های تلفنی حاصل میکرد، یا کرده باشه ما خبر نباشیم، احتمال داره، اگر کرده باشه مگه به خود پس میگیرم. به هر صورت قضیه ظاهرا کوچک است، اما این میتونه که آغاز یک فاجعه در آینده شود. از این خاطر باید زمینی نقطه آغاز کوشش شود که هم وسایل نظامی و هم وسایل دیپلماتیک و سیاسی به کار انداخته شود تا این قضیه در نطفه خونسا شود. تشکر. آقای صالحی، در طول سالیان گذشته پاکستان به عنوان متجاوزگر برای افغانستان و کشور تروریست همواره تهدید بسیار جدی بوده برای مردم و حکومت‌های افغانستان، اما ظاهراً حکومت افغانستان این بار جدی به نظر می‌رسد. کاری که حکومت افغانستان انجام داده می‌تونه حالا چی است در برابر پاکستان که هر روز ما مردم از ناحیه‌اش تهدید می‌شیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و مهمان گرامی و همینطور بیننده محترم تلویزیون خوشید سلام عرض میکنم. بحث پاکستان و ما یک بحث بسیار طولانی است. اگر ما از حکومت وحدت ملی به این طرف مسئله را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم، فکر میکنم که بهتر خواهد بود، چون سیاست حکومت وحدت ملی و شخص آقای غنی نسبت به حکومت‌های قبلی و خصوص حکومت‌هایی که آقای کرزی در رأسشان بود متفاوت تر است و همین تفاوت دیدگاه و تفاوت برنامه و تفاوت نگرش بهتر است بگوییم در برابر سیاست های پاکستان بر علیه افغانستان از جانب رهبری جدید دولت افغانستان که آقای اشرف غنی در رأس حکومت وحدت ملی باشه، باعث شده که پاکستانی ها هم نسبت به گذشته متفاوت تر عمل بکنند، بخصوص همین مسئله که در تورخم رخ داده و بحثی که حالا سه روز پی هم به آنچه که شما گفتین و آنچه که وجود داره، جنگ بین نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان به شدتش ادامه پیدا کرده و همونطور که جناب فرهنگ سه اشاره کردن، در هیچ جای دنیا اینقدر به بی‌تفاوتی کسی به خاک خودش و هم از جانب کشور دیگری مداخله و تجاوز صورت بگیره، بی‌تفاوتی اختیار نمیکنه. که در افغانستان ما متاسفانه با توجه به قاطعیتی که قبلا گفتم در حکومت آقای غنی نسبت به آقای کرزی نسبت به پاکستان و در کل سیاست خارجی افغانستان میبینیم، باز هم به نحوی بی‌تفاوتی دیده میشه. این علتشی است به نظر من، یا برخواسته از یک عدم اعتماد از جانب حکومت وحدت ملی و سیاسیون رده اول افغانستان نسبت به حمایتی است که حامیان بین المللی افغانستان از افغانستان در برابر پاکستان بکنند که در گذشته نکردنی کاره. مثلا مثال ایالات متحده آمریکا از قبل پذیرفته که دیورند مرز
رسمی میان افغانستان و پاکستان است. صدای افغانستان بر سر مسئله دیورند و خاکای افغانستان تا اتک و خیبر پختونخوا و بلوچستان و نمیدانم چی، این اضافی است، موجه نیست. وقتی که ما سر این مسئله پاکستان را متهم میکنیم، ایالات متحده امریکا هم شاید و خود پاکستان که دولت افغانستان را متهم به این میکنه که مخل است بر منافع ملی و تمامیت ارضی پاکستان. در گذشته همونطور که بحث مغلگی را مطرح کردن فرهنگ سیب، ده ها مورد از مداخله پاکستان با امی توجیه بر علی افغانستان و حکومت افغانستان صورت گرفته. اساساً در حال حاضر از چندچون وقایع گذشته و علل عواملش اگر بگذاریم، باز یک مسئله را هیچ وقت نادیده گرفته نمیتونیم که خوشی پاکستان نسبت به ما، بدبینی پاکستان نسبت به ما، تسامح پاکستان نسبت به ما، تضاد و تقابل پاکستان نسبت به ما از گذشته تا حال یک علت بسیار بنیادی و اساسی داشته در پهلوی سایر علل و عوامل که همین مسئله نزاع مرزی یا مسئله دیورند بوده و هست. و در حال حاضر من فکر میکنم که پاکستانی ها برای خودشان من حیث یک روی کرده جدید مسئله جنگ را در نوار مرزی بین ما و خود انتخاب کردن و این را تشدید خواهند کرد. حالا در ترخم شاید یک چند روز بعد در سپین بولدک یا در مناطق دیگری از فواصل مرزی و ما و پاکستان ادامه پیدا بکنه، به نسبت ای که پاکستانی ها از اقدامات اخیری را که هندی ها و ایرانی ها با مسئله چابهار کردن، مخصوص در بود اقتصادی، پاکستانی ها را نگران ساختن که بحث دیورند اگر افغان ها از او تشویش اقتصادی خودشان و تشویش ترانزیت و راه و بندر از این خودشان را به اصطلاح ذهنشان فارغ بکنن، با سر ادعای دیورند و مسئله مرزی و او دعواهای تاریخی جدیتر میشن با خیال راحتتر و با فراغ بالتر در برابر پاکستان. حالا پاکستانی ها میخواهند در این جعبه ای مسائل دامن بزنن، جدیتر جنگ رو در رو اینا تشدید بکنن تا غرب که در رأس ایالات متحده امریکا و همونطور انگلیس هستند و از ماجرای مرزی پاکستان و افغانستان انگلیس که دخیل بوده اینا وارد شوند و این قضیه را پاکستانی ها من حیث مشکل کلان فی ما بین افغانستان و پاکستان از یک طرف و در کل بحثی که زاینده افراطیت و تروریسم در منطقه بوده و هست به زعم پاکستانی ها و جانب جامعه بین المللی و غربی به خصوص مطرح بکنن و تا اونا بیاین و خواست پاکستان در روی افغانستان به اصطلاح تحکیم بکنن و پاکستانی ها به اون مقصدی را که از بدو پیدایششان تا امروز در ذهن خود میچرخانیدن به اون برسند. آقای فرهنگ، بحث دیگر هم بحث مطرح میشه که مردمی که او طرف مرز زندگی میکنن، بر از اینمی مردم بر سرانشان حکومت فعلی افغانستان و حکومت های گذشته افغانستان میلیون میلیون دلار داده، بچه هایشان را به مکتب به بیرون از کشور و داخل از کشور آورده و فرستاده، به دانشگاه ها فرستادن. هر زمانی که پله به نفع پاکستان گرنگ میشه، اونمو مردم میگه که ما پاکستانی هستیم و اگر به طرف افغانستان گرنگ میشه میگه ما افغانستانی هستیم. بس اینجا است که با مردم اونمو طرف مرز چرا حکومت افغانستان چه در حالا و چه در گذشته خیلی حسن نیت داشتن، در حالی که حسن نیت از اون مردم نسبت به پاکستان بیشتر و بیشتر بوده است و نقششان را در جنگ امروز میان افغانستان و پاکستان چگونه ارزیابی میکنین؟ ببینین، شف نگویم، شفتالو بگویم در این مسائل. باید از مسائل بسیار آزاد بگویم، جای احساسات و جای قهر و غضب اینا نیست و باز شخصی نیست. ما واقعیت های تاریخی رو ببینیم. خط دیورند در افغانستان کشیده شده بین افغانستان و پاکستان. خط دیورند پادشاهان افغانستان قبول کرده به شمول اعلیحضرت امان الله خان در ماده 4 یا 5 موافقتنامه کابل است که گفته شده، یا راولپندی درست یادم نمانده، گفته شده که دولت برتانیا، یعنی دولت هند برتانوی
استقلال کامل افغانستان داخلی و خارجی را به رسمیت می‌شناسه و در مقابل دولت افغانستان سرحدات فعلی را اون وقت در که میخواد دیورند بود بایست سرحد رسمی بین افغانستان و دولت هند برطانوی به رسمیت می‌شناسه. ولی هزای ده هیچ شک نیست که یک خط پوشالی است، یک خط تحمیلی است، یک خط است که آمده. این خط ما و شما در اودر نایس بین پولند و جرمنی هم میبینیم، این خط بین حتی یک قسمت جرمنی و روسیه فعلی هم موجود است، این خط بین فرانسه و به نامهای مختلف به آلمان هم موجود است. اما نتایج جنگ هایی بوده و نتایج سیاست هایی هم وقت بوده که پسانتر همی کشورها هم را قبول کردن. اینجا آلمان تقسیم شده بین این طرف و او طرف، پولندی تقسیم شده، دیگر تقسیم شده. منتهی امروز دیدن که ما دیگر سرحدات تغییر دادن نمیتونیم، بهتر است که دیگر راه های پیدا کنیم. چونش پیدا کردن و امروز کلشان در یک محیط صلح و صفا زندگی میکنن، مسائل سرحد کنار گذاشتن. ما اینا سوال سر سوال شما میهم. شما ببینید از آل نیست، از روزی که مسئله پشتونستان بعد از تقسیم نیم قاره هند مطرح شده در افغانستان تا به حال را میلیاردها دلار افغانستان سر قبایل مصرف کرده و نتیجه امروز شما چی میبینیم؟ همین میبینیم که امو قبایل در امتر حالات بسیار حاد چی میکنن؟ بر علیه ما موقف میگیرن. من باز برای شما یک مثال تاریخی میگم. در سال 1939 بود یا 38 یا 39 سردار داوود خان صدر اعظم افغانستان بود، بین دو قبیله که یکی در افغانستان و یکی در پاکستان زندگی میکرد در دو طرف خط دیورن یک مناقشه پیدا شد. در این وقت بود که افغانستان و در این زمان پاکستان واحد یونت غربی را اعلان کرد، این مناطق سرحدی افغانستان داخل یک یونت ساخت. در افغانستان سردار داوود خان عکس العمل نشان داد، سفربری اعلان کرد، حرکات نظامی صورت گرفت، سرحدات افغانستان را عساکر افغانی رفتن گرفتن، دو کشور در آستانه جنگ قرار گرفتن. در نیمی وقت بود که افغانستان انتظار از این داشت که در ماورای دیورن مردم قیام کنند و حق خود بخواهند. اما موضوع معکوس شد. قوای پاکستانی قبائل آمدن داخل افغانستان تا به نزدیکی سرحدات جلال آباد رسیدن. و این اینجا بود که سردار داوود خان و حکومتش وارخطا شدن، فوراً رئیس تنظیمی وقت که غلام فاروق خان عثمان بود به سرعت او رو برطرف کردن و عوضش جنرال خان محمد خان مرستیال او رو به روان کردن. او رفت با مردم نشست کرد، جرگه ها دایر کرد و مذاکره کرد و بالاخره توسط جرگه ها پس قوای ملیشه پاکستان را از حواشی از جلال آباد و بیرون کرد و اون طرف خط دیورن رفتن. فلهذا این مسائل باید مایت رو ببینیم. آله هر چقدر یک موضوع رو ببینید، موضوع اقتصادی بود، اقتصادیش تدان شما ببینید، سیاسی جبانید. امروز مردمی که در دو طرف خط دیورن زندگی میکنن در سمت افغانستان غریبترین و بیچاره ترین مردم هستند. او طرف خط دیورن انکشاف اقتصادی و اجتماعی قوی تر است. اینا رو شما خود فکر کنید که آیا مردم حاضر هستند که از چی خود تیر شوند، از رفاهیت خود تیر شوند برای اینکه بیاین به طرف غربت یا معکوسش. من از این میترسم که یک دفعه موضوع را اقدر نهاد نسازن کمی مردم ما که تا به این روز طرف هنوز ماکم هستن، همین ها یک دفعه اون طرف نرن و بگه او برادر اون طرف زندگی است، اون طرف حیات است، اون طرف برق است، اون طرف رفاهیت است، من چرا اونجا برم؟ این طرف هیچ چیز نمیشه. حکومات افغانستان از آغاز از 60 70 80 سال بیش از روزی که حکومت نیمقاره هند تقسیم شد تا به امروز برای می سرحدات افغانستان هیچ چیز نکردن تا مردم اینجا ماکم شوند و حتی او طرف به طرف خود جذب کنند. حال موضوع معکوس شده. او طرف هوشیاری کردند، هر چی ساختند، برق آوردند، پروژه آوردند، سرک آوردند، کار آوردند، رفاهیت آوردند، این طرف هیچ چیز نشد. ولی حاضر این سر ذهنیت مردم تاثیر میندازد. از او خاطر است که باید است که راه های دیگه ما پیدا کنیم و این راه ها را هر چی زودتر پیدا کنیم. در غیر از او ما بازنده میشیم. تشکر. بحث دیگر هم موضوع اقتصادی مطرح میشود. آنچه که بحث سفر نخست وزیر هند به افغانستان مطرح می شود، بحث بندر چابهار مطرح می شود. بدیل چی است؟ امروز در بازارهای کابل نرخ مواد اولیه خیلی بلند رفته به دلیل اینکه جنگ مرزی وجود داره.
بدیل چی است آقای در اینجا ما با کلی پاکستان را مورد ملامت قرار میتونم. پاکستان اما تو که من گفتم که ما اشتباهات کردیم، پاکستان از آغاز تا به امروز رای ترانزیتی افغانستان را که بر اساس میثاق‌های بین المللی او تسجیل شده و در ملل متحد ثبت است، حق کشورهای مهاد به خشکه بحیث داشتن رای ترانزیتی به یک بحر آزاد، این دو دیپلمات زبده افغانستان، یکی مرحوم عبدالرحمن پژواک، یکی مرحوم دکتر عبدالکیم طبیبی، اینا بار سرزیب چقدر کار کردن تا این را بالاخره حقوق به دست آوردن. اما پاکستان او را اهمیت نمیده. بهترین قرارداد ترانزیتی در سال 1965 با پاکستان صورت گرفت که آل دو سال پیش این میره به شرایط امروز، او را پس تعدیل کردن و حتی امضا شد. وزیر مالی سابق افغانستان آقای عهدی به حضور خانم کلینتون گالری جمهور امریکا میشه و وزیر خارجه پاکستان قرارداد امضا کردند که تمام سهولت‌ها را پاکستان برای ترانزیت افغانستان باید میسپرد. اما پاکستان هنوز هم ایران را به حیث ابزار سیاسی بر علیه ما استفاده میکنه که اینجا در حقیقت خیانت میکنه به ما و به تمام میثاق‌های بین المللی تخطی میکنه، در حالی که ما به عنوان یک کشور مستقل حق داریم چی از راه بندر چابهار یا از راه هر راه دیگه که باشه ما حق داریم که راه ترانزیتی بدیل بر خود پیدا کنیم. این حق از ما کس گرفته نمیتونه. این انمی شرایط است در تمام دنیا نمیتونه است. وقتی که یک جا مشکلات دید ما مالک میرن یک راه دیگه بر خود پیدا میکنه، خود پاکستانی کار میکنه، هندوستانی کار میکنه، آمریکایی کار میکنه و هر کشور. این حق مسلمان ماست. این نباید که پاکستان اتو تلقی کنه که رای چابهار یا پیدا کردن رای ترانزیتی به کشورهای آسیای میانه یا چین و غیره و غیره حتی برای هندوستان این دشمنی با پاکستان است. نه، این همکاری منطقوی. حتی پاکستان میتونه هم از این راه مثل که پروژه تپیر میادن از رای افغانستان پاکستان ساز برای ضرورت داره یا کاسا صد دگاه و دگره بر از نام ما همی امکانات برابر میسازیم. فلیهازا رویه ما بسیار سالم و مسالمت آمیز است. از پاکستان برعکس یعنی خصمانه و دشمن آمیز است. متاسفانه بحث دیگر هم اینجا مطرح می شود که حکومت افغانستان از کیها کمک بخواید و مرزبانان خود را تقویه بکند در برابر پاکستان که متجاوز خوانده می شود. ضرورت است که ما از هندی ها کمک بگیریم و به فرق مرزبانان پاکستانی کوبیده شوند تا تجاوز نکنند دیگر، یا نه بحث های کهنه و کهنه ای که در سال های گذشته تجربه شده دیپلماسی نشست ها این مسائل مطرح شود، یا نه با دید جدید حکومت افغانستان وارد مذاکرات و جنگ با پاکستان شود؟ ببینین، بحث جنگ رای حل نبوده و نیست و ما توان جنگیدن در برابر پاکستان هم برای یک مدت طولانی نداریم. متاسفانه همین که پاکستان مداخله میکنه، طالب ها را به نیابت از خودش در افغانستان فرستاده، کافی است که افغانستان درگیر خود باقی ببانه. قسمی که در طول 15 سالی که دوران بازسازی بود و دوران حکومت سازی و به اصطلاح دوران جدید افغانستان تلقی میشه، هم در عرصه حیات سیاسی و هم عرصه حیات اقتصادیش، متاسفانه باز اینمو مداخله پاکستان به واسطه نیابتی های خودش افغانستان را از اون مسیری که در حال حرکت بود، اگر نگویم منحرف کرد، خب مسیر امو حرکت شکن ساخت. یعنی پاکستانی ها توان این را دارن که جنگ در افغانستان شعله‌ور داشته باشن و ادامه بدن، ولی ما توان از این را نداریم. گفتم که جنگ روی ما تحمیل شد و ما به صورت دائمی تری جنگ را ادامه بدیم. دیدگاه این است آقای سالحی که حکومت افغانستان، استخبارات افغانستان میدانه که کدام حزب به نفع پاکستان کار میکنه، به جای از اینکه او را ببره به زندانهای امنیت ملی و پل چرخی اعدام بکنه، بر از او خیلی امتیاز میتیم، میگیم بیا امرایت مذاکره میکنیم. خوب میدانن که سران طالبان دست نشانده پاکستان و مزدور پاکستان است در افغانستان، به جای اینکه با گلوله به فرقشان بکوبه هر روز برشان امتیاز میده. خوب میدانن که در ارگ به نیابت از پاکستان چه کسان اونجا هستند، ولی هیچ کس نیست که پاسخ بده بر مردم افغانستان. و خوب میدانن که در کابینه و مجلس نمایندگان و مجلس سنا چه کسان نماینده پاکستان است و نشستن، و حکومت افغانستان همچنان دهان خود را بسته کرده است.
دلیلش چی است آقای صالحی؟ چرا حلقات داخلی را ابتدا سرکوب ببینین اگه ما وقتی این مسئله دیورند و مشکل ما را با پاکستان رویش یک مقدار جدیتر بس بکنیم به این نتیجه می رسیم که مشکل دیورند هم تنها یک مشکل نیست که بین ما و پاکستان وجود دارد. مسئله مداخله خارجی وقتی شما از هندی ها گفتین، هندی ها هم قدری که آمدن و به افغانستان به اصطلاح پروژه بند سلما را کمک کردن، افتتاح کردن و مسئله چابه ها را پیشتر گفتن، مسئله پارلمان افغانستان، شاید موارد متعدد دیگه از کمک هایشان در افغانستان سرازیر شده باشه و شوه، او به خاطر منفعت و مقصدی را که هندی ها خودشان داشتن و دارن این کار میکنن، نه به خاطر ما که هندی ها حالا یک اقلیت مسلمان هم باید منافع خود را ببرن. ببینید شما یک بار هندی ها یک اقلیت مسلمان در خود هندوستان هم دارن، وقتی که ببینید سطح زندگی هندی های به اصطلاح اشراف و دست اول با مسلمان های هندی خیلی متفاوته، چرا در اوجه این کار نمی کنن؟ مسئله دیورند هم در آغاز بیشتر خود همی هندی ها دامن زدن و خود روس ها حتی دامن زدن، بعد اما مهم مافیای مواد مخدر در منطقه افغانستان دامن زد، عالمیم در داخل افغانستان. اگر ما واقعا من حیث یک ملت در برابر هر قدرت خارجی قسمی که در برابر اتحاد جماهیر شوروی ایستادیم بیستیم، ما مشکلی نداریم. پاکستان یک کشوری نیست که مانند اتحاد جماهیر شوروی بتونه یک ملت آزاده مثل افغانستان را به زانو در بیاره. حالا بحث جنگ دولت به دولت است، افغانستان و پاکستان. دولت پاکستان حداقل مخالف و موافقش منافع ملی پاکستان پیششان تعریف شده و مورد احترام است. اما در داخل افغانستان همینطور که شما گفتین آدم‌های فراوان در مجلس نمایندگان شما پیدا میشن که جاسوسی پاکستان میکنن، آدم‌های بسیار در حتی بدنه های نیروهای امنیتی و دفاعی شما پیدا میشن که رابطه بسیار نزدیک با پاکستان دارن، در صدد ازی هستن که حکومت و نظام در کشور خودشان فرو بریزه. آدم های بسیار در سطح عذاب جهادی و سیاسیون شما وجود دارن که وقتی بحث افغانستان و پاکستان پیش میاد جانب پاکستان میگیرن. متاسفانه ما در میان مردم ما هم حتی نسبت به همین مسئله دیورند، پشتون میگه که مثلا این دیورند پذیرفتنی نیست، ما او طرف مردم ما هستن، متباقی اقوام ما هستن، داد و گرفت داریم، باید ما این خطر به عقب ببریم نپذیریم. اما اقوام دیگه در افغانستان هستن میگن که یک خط تحمیل، یک ادعای تحمیلی است به خاطر اینکه همیشه ما زیر فشار وارد باشیم، همیشه قوم پشتون امتیاز بگیره دیگه. این یک یعنی آدمای بسیار را شما فعلا میبینین که موافق نیستن، یعنی یک تضاد قومی هم در بحث ما با پاکستان متاسفانه در داخل مردم افغانستان وجود داره. یعنی ما یک ملت آنچنان که در برابر اتحاد جماهیر شوروی بودیم در برابر پاکستان نیستیم. این بر ما یک چالش بسیار کلان است، ولی این بر پاکستان یک فرصت است. در بحث داخلی یک مسئله دیگر هم میخواهیم من خدمت شما به عرض برسانم که من در آغاز تصور میکردم و برداشت می بود که با سفرهای متعددی که آقای غنی به پاکستان داره و با دید و وادیدهایی که مقامهای پاکستانی با شخص رئیس جمهور افغانستان چه در کابل چه در اسلام آباد یا لاهور دارن، اینا میخوان سر اینمی مهم به توافق برسن و رئیس جمهور غنی بر از اینا یک چراغ سبز را نشان داده و شما شاید متوجه بودین در اون وقت که پاکستانی ها در یک هفته چند مقام عالی رتبه امنیتی استخباراتیشان دفاعیشان به کابل آمد، با رئیس جمهور افغانستان و با رئیس شورای امنیت ملی افغانستان دیدار کردند. ولی یک مدتی بعد دیده شد که به یک شکل این رابطه 180 درجه تغییر منفی کرد که یک باره رئیس جمهور افغانستان فکرش به طرف ضد پاکستانی شدن رفت، با هندی ها دید و وادیدا و ملاقات شما و روابط پاکستانی ها بود که در کابل انفجار کردن و صدها هموطن ما را کشتن. ایرا که یا از جانب ما بود یا از جانب پاکستان بود، در دو طرف نتونستیم درست مدیریت بکنیم که وضعیت به اینجا رسید. من دیدگاه شخصی خودم من حیث یک کسی که یک تحقیق کوتاه هم در مسئله دیورند داشتیم این هست که با توجه به همه ویرانگری هایی را که
پاکستان من حیث یک همسایه با ما کرده، اهمیت پاکستان برای ما از هندوستان کرده در قدم اول، اهمیت رابطه ما بیشتر است. تا حد توان تلاش بکنیم که رابطه ما به این شکلی که حالا رسیده به این شکل نشود، به خاطر که پاکستانیا به ما هم از نظر جغرافیایی نزدیکتر هستند، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر مذهبی، هم از نظر از هر نقطه نظر با ما نزدیکتر هستند. این که ما نمیتونیم و حکومت‌های ما در گذشته نتونستند، حالا مشکل چه از ما باشه چه از پاکستان باشه یک نقیص است، ولی نقیص اساسی اینمی هست که ما نتانستیم ادعای ما را با پاکستان متاسفانه به حیث یک گفتمان ملی قاعدمند این را در بیاریم. اول در داخل کشور به یک توافق برسیم که آیا همین دیورند مرز ما با پاکستان هست یا نیست، بعد بریم این را با پاکستان ما مطرح بکنیم و بعد از مجامع بین المللی کمک بخواهیم. از کشورهای قدرتمند یک حامی ماستند در این دایره ما را در برابر پاکستان حمایت بکنند، که متاسفانه این کار را نمیکنند. خارجی ها هم از قبل این مرز را من حیث مرز رسمی و سیاسی بین ما و پاکستان شناختند. بنابراین در عالمی از پیچیدگی، اغماز، ابهام رابطه ما با پاکستان متاسفانه قرار داره که این هم از نظر گفتمانی و تیوریک نیاز به باز شدن و شگفت‌زده شدن و سفید شدن و روشن شدن داره، و هم از نظر واقعی و عملگرایانه در برابر پاکستان ما مشکلاتی را که داشتیم اون مشکلات متاسفانه حالا هم داریم، اون مشکلات و اون نقص‌ها باید برطرف ساخت. بحث دیگر هم بحث اقتصادی مطرح می شود. بندر چابهار افتتاح شده و محموله های کالاهای تجارتی افغانستان هم صادر شده به بیرون. اما فکر می کنین که چابهار بدیل باشه برای بندر کراچی در کوتاه مدت؟ حالا جنگ مرزی شروع شده و ممکن روزهای آینده هم ادامه داشته باشه، ولی اینجا مردم افغانستان است که پرداخت می کنه تاوان برای کالاهایی که دارن ضرورت دارن و می خرن. خب بندر چابهار به یک مدت کوتاه بدیل کامل راه ترانزیتی کراچی نمیشه. این کل میفهمیم یک واقعیت است. اما یک آغاز است برای آینده افغانستان. هیچ کشور نمیتونه که خود تنها وابسته به یک راه بسازه. امروز حتی کشورهای مواد پخشکی آسیای مرکزی هم بسیار از اینکه راه چابهار باز شوه و از این راه بتونن نه از راه فدراسیون روسیه بلکه از راه چابهار خود را به دنیای بیرون برسانند هم خوش هستند. ولی لحاظ یک پروژه است که زمانگیر است، اما بالاخره یک پروژه است که این منطقه را تغییر میده. پاکستان جنگ فعلی تصادمات بین افغانستان و پاکستان ای همو جای مقطعی است. ای با مبدل به کدام جنگ بین دو کشور به صورت منظم نمیشه، نه ایره دنیا میگذاره، نه ایره خود مردم افغانستان و پاکستان میخواهد و نه دولتاشون میخواهد. این تصادمات است که میشه و احساسات به طور میاد دیگه می از کل ما این است. اما ما نمیتونیم، حالا خب مسائل جیوپولیتیک و اینا تغییر کرده، ما دنیا دیگه رقم شده. دنیا امروز میره که آهسته آهسته مسئله گلوبالیزیشن است، مسئله جهانی شدن است، مسئله عزیز که جهان یک دهکده میشه، مسئله تقسیم کار در تولیدات امتعه و خدمات است که او کشورهایی که او امتعه و خدمات را ارزانترین تولید میکنند خود به او تخصص بتن و کشورهای دیگه که دیگه چیزا را ارزان تولید میکنند به او تخصص بتن و باز توسط همکاری های منطقی با هم مبادله کنند. این به مفاد کلشان تمام میشه. سرمایه گذاری ها را تشویق میکنه، سرمایه گذاری ها را پهن میزاده در سر تازر جهان. اینی مسائل مطرح است. فلحاظا با وصف ازی که ما فعلا به می رای کراچی بسیار ضرورت داریم، ایران فراموش نکنیم که اگر پاکستان مرتکب اتر اشتباهی شود که رای کراچی باز هم به صورت طولانی تر مثل که در گذشته ها میکرد با قطع روابط سیاسی بگوییم، حالات بسیار حادش رو ببینیم و دیگه سر افغانستان بسته کنه، اول ایره دنیا سرش پس باز میکنه، من ایره یقین دارم، و دومی که زیادتر متضرر اقتصاد پاکستان میشه برزی که تمام اکثریت خدمات ترانسپورتی و لوجستیک مال تجاری افغانستان که از
کراچی تا به تورخم میرسه این توسط بسیار شرکت های پاکستانی صورت میگیره. بسیاری که افغان های ما میگن که امو هم به دست افغان هاست، اما افغان های ماورای سرحد هستن، اونا فعالیت ها و پول ری که به دست میارن در پاکستان مصرف میکنن، و پول اونا به افغانستان نمیارن. فلحاظ پاکستان خودش هم اگر این اشتباه رو باز بکنه، مثل که در قرن 20 میگه داره با شکست اقتصادی رو برامش بسیار شدید مواجه میشه، 5 میلیارد دلار واردات داره. بله فکر کنین با او حالت اقتصادی بسیار شکننده که هم امروز در پاکستان است، شما میفهمین که هم امروز اگر دیگر مناطق پاکستان یک اندازه خود را مسئول احساس میکنن، در سند و در بلوچستان مخصوصا یک آتش زیر خاکستر با حالت شعله‌ور شدن است و این میتونه که او آتش را بیرون بکشه. پاکستان نباید که با این بازی های خام راجع به مقدرات خود در آینده، آینده که من میگم امسال به سال 4 سال بعد نیست، 10-15 سال بعد، نباید با این مقدرات خود بازی کنه. اگر حالت یک دفعه از کنترلش برآمد و نتونست که همه چیز را خودش مدیریت بکنه، موجودیت پاکستان در خطر میفته. تشکر. ایره باید زمامداران پاکستان درک کنن و بالاخره خود را از زیر یوغ چند تا صاحب منصب که اوزار از نقطه نظر نظامی و غیره میبینن مغرور هستن، از اونا بکشه به دست سیاست مدارای زبده و درست بتن. حالا که هر دو طرف سربازان مرزی پاکستان و افغانستان دست به ماشه برده اند و همین طرف سربازان کشته شده و هم آن بله، طرف بله، متاسفانه متضرر اصلی مردم افغانستان است بدون شک. اما ادامه وضعیت چی را میرسانه بر افغانستان و پاکستان؟ اگر این موضوع ادامه پیدا کنه جامعه بین المللی مداخله میکنه، این زود حل میکنن، نمیگذارن، به هیچ وجه نمیگذارن که مبدل به یک جنگ گرم بین افغانستان و پاکستان شده. تشکر. چرا در جنگ گرم تلفات بسیار زیاد میشه و امکانات ازی، حالا هر دو طرف خیش و قومی که دیگه هستن اینا با هم جنگ کنن، اگر یک جنگ چسبید یک شده نمیتونه. ولی آزار ما به این عقیده هستم که و این مربوط به باز مثل که ما بیشتر گفتم تلاش دیپلماتیک و دیپلماسی و حکومت افغانستان میشه که هرچی زودتر همون چرخهای دیپلماتیک به کار پرته تا این موضوع خاتمه پیدا کنه. آقای صالحی، بحث دیگر هم در داخل افغانستان است، مانند این که یک تعداد از به اصطلاح رهبران ما داریم که زمان و جنگ اونا را رهبر ساخته، به محض که انتحار میشه در داخل یا انفجار میشه بازمیه مردم جمع میکنه، خوب شعار میته از دستشون چیز نمیه. در پاکستان چی است؟ در پاکستان منافع ملی خود را ترجیح میتن نسبت به هر چیز دیگر، اما در افغانستان اونم کسی که خودش رهبر جهاد مقاومت میگیره امروز خاموش است، هیچ حرف برای گفتن نداره، هیچ چیز نمیگه، مردم توقع داره. چرا فکر میکنین که در قضایای کلان کشوری اپوزیسیون پوزیسیون همه خاموش میباشن و هیچ حرف برای گفتن نمیداشته باشن، اما در بحث و قضایای بسیار خرد بازمین زبان خود را بسیار دراز میکنن، جدا از این که چورگر و غارتگر زمین لاجورد و چیزهای دیگر در افغانستان هستن. ببینین ما وقتی این بحث مطرح میکنیم یک سوال بسیار جدیست که شما این سوال مطرح کردین. اون وقتی از پاکستان صحبت میکنیم که یک وفاق ملی وجود داره بر سر مسئله به اصطلاح منافع ملی و یا یک فوج اردوی منظم وجود داره، علی رغم او همه به اصطلاح نگرانی هایی را که جناب استاد مطرح کردن از تجزیه پاکستان یا تقسیم پاکستان یا اصلا از میان رفتن کشوری به نام پاکستان، باز او فوج میایه و این توانایی را از خودش در طول تاریخ و حتی مخالفان سیاسیش همین گونه برخورد کردن، نشان داده که او میتونه که جلوگیری بکنه از یک فروپاشی کلان کشوری به نام پاکستان. ما متاسفانه یک مبنای ارزشی جامع از نظام سیاسی ما برای همگان یکسان تعریف نکردیم. معنای گفت می است که ما در قانون اساسی افغانستان داریم که دولت در افغان یا هیچ چیز هیچ مثلا هیچ چیزی در افغانستان خلاف شریعت اسلام و قانون چی ارزش‌های اسلامی باشه، هیچ قانونی دی بودن نمی‌کنه. اما در واقعیت وقتی می‌بینیم که دائمی حکومت موجود یک کسی با تفکر لیبرال حضور داره
یک کسی با تفکر بنیادگراترین مسلمان امروز دنیا باز هم وجود داره، یک کسی با مفکوره مثلا کمونیستی که در گذشته ناکام شده و حالا باز میخواه به نحو این مفکوره و این تفکر جا باز بکنه، با عقب نشینی که تفکر غربی در کشورهای نظیر افغانستان و سوریه و نمیدانم در کل خاورمیانه کرده و داره و پیشرفتایی که روسا دارن و نمایش میگذارن از خودشان. یعنی فکر واحد وقتی که در مبنا و اساس وجود نداشت، یعنی هر کسی تقسیم میشه، یک جمع میرن با تفکر سیاسی مذهبی ایرانی همخوانی بیشتر پیدا میکنن تا افغانستانی، یک طیف میرن با پاکستان همونطور نزدیکی و همخوانی پیدا میکنن تا افغانستان، یک تعداد هم میرن به اصطلاح به جانب ترکیه یا عربستان. یا در بنیاد اینمی شالوده محکم نیست، محکم نبودن اینمی شالوده باعث این شده که توافق کلی مثل سایر کشورها ما در سر مسائل کلان نداشته باشیم. در افغانستان ما در همچی یک حالت یک وضعیت قرار داریم که این نیاز داره به این که روی تعریف و تبیین ارزش‌های کلان نظام در افغانستان کار اعتقادی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی به صورت جامع و همگیر صورت بگیره که متاسفانه صورت به هر حال یک خوبی است که مردم افغانستان میشناسن که چه کسان با مردم افغانستان و با سربازان است و چه کسان تنها قدرت میخواین. ببینین چه به نام اپوزیسیون باشن چه به نام طرفدار. شما ببینین، من یک مسئله را به شما، یک کسی را در افغانستان به طور مثال باعث وزیر است کار میکنه، باعث وزیر است، توقع کل مردم افغانستان از او ای است که در برابر مشکلاتی که از آدرس خارجی ها متوجه ما میشه اولین حرف باید او بزنه. شما میبینین که او تابعیت یک کشور دیگر هم با خودش حمل میکنه و داره. ببینین این من قبلا گفتم یک نکس است. به هر حال این شما ببینین یک کس دیگه تنها شهروندی افغانستان را دارن و دعوای رهبری هم دارن، یک کسی حرف به زبان نمیارن. یک کسی را به طور مثال شما دارین به حیث این یک آدم مشخص نه، به حیث وزیر در یکی از ارگانهای امنیتی در کشور، میبینین که او قبل از اینکه به این سمت بیایه سابقه عضویت در سازمان سیا یا آیسای داشته، حالا هم علاقه مندی به او طرف داره. وقتی که حکم شود که مست گیرن، باز افغانستان کشوری است که هرچه هست گیرن دیگه. این کشور این مشکل داره، ما مشکل معنایی داره، مشکل زیربنایی داره، مشکل مفهومی متاسفانه حالی در کوتاه مدت بگوییم که قابل حل باشه نیست، اما مشکلی را که با پاکستان در حال حاضر بر ما پیش آمده یا بر کشور دیگه پیش بیه، یک قاطعیت، یک صداقت از رهبری کشور نیاز داره، از رهبری دولت، که ای را باید زعمای ما از خودشان نشان بودن. من سوالم آقای صالحی اینجا بود، امی سال گذشته زمانی که یک انفجار شد در یکی از مکتب‌های نظامی پاکستان، خیمه ها بروی جاده ها به شکل اعتراض بود و اونمو رهبر عمران خان است فکر میکنم نامشان، خیمه های اعتراضی خود را برداشت و گفت که من با حکومتم استاد هستم. اما اینجا رهبر ما چی میکنه؟ به اصطلاح رهبرای افغانستان میان استاده میشن، هر چی که از زبانشان میبره به آدرس حکومت میگن و اینی روزه که مردم از اینا توقع داره که حرف به جانب پاکستان داشته باشن، شاید به گفته شما طرفداری به پاکستان بکنن تا با مردم افغانستان، و خوب است که چهرهشان افشا شده میره. سوال من اینجا بود که چرا اونم مردم با اتفاق است ولی اینمی رهبرای افغانستان هیچ اتفاق کامل نداره؟ من قبلا براتون گفتم این تنها در پاکستان نیست، در کل دنیا از هر کشوری را که شما میبینین اینم طور یک افغانستان وحدت نظر وجود داره. خواه افغانستان یک کشور جنگ زده که از زیر بار چندین تجاوز نو بیرون شده و دیگه وقتی که ویران شد یک کشور، ویرانیش تنها این نیست که اوس امو به اصطلاح تعمیرایش و سرکایش و اینا را از دست بتا یا ویران شده داشته باشه، فکرش هم ویران میشه، متاسفانه فرهنگش هم ویران میشه و درس ها و زمین های مختلف متاسفانه و نیاز به بازسازی داره. سپاسگزارم آقای فرهنگ. با توجه به اینکه وقت کوتاه است، میخوایم بپرسم که رای حل چی است؟ حکومت افغانستان چگونه میتونه که از بنبست کنونی خود را خلاص بکنه؟
بحث دیگر هم بحث اقتصادی است که هر روز مردم ضربه اقتصادی جنگ مرزی میان افغانستان و پاکستان را میبینند. رای حل ها چه است؟ رای حل خب پیشتر ما اشاره کردیم که هر چیز زودتر به این قاعده خاتمه داده شود و مرابطات همو عادی پس بین دولتین شروع شود و تجارت پس رای چی خود بگیره. ماه مبارک رمضان است، سر از ما یک فشار دیگه است که برای مردم وارد میشه. یک رای حل کوتاه مدت است که هرچی زودتر از رای دیپلماسی هدف به دست بیاره. رای حل یک ذره طویل مدت شمیست که حکومت افغانستان باید است که با پاکستان همونطور که مذاکرات چهارگانه را شروع کردن و بالاخره او هم پاکستان یک اندازه باعث ازی شد که او متوقف شد، به یک شکلی از اشکال پس مذاکرات آغاز شد و دیگه مذاکرات ما به یک دستم که امروز پای یک دوسته کشور دیگه هم داخل شد. چرا؟ او دو کشوری که بسیار معاصر هستند، هم چین هم ایالات متحده آمریکا، فقط به حیث مشاهد میان میشینند، اما در طور یک میانجیگری بین دو کشور متاسفانه نمی کنند. ما به یک قدر رسیم که مذاکرات که چهار جانبه می باشه، شش جانبه می باشه، هر چی می باشه، باید مسئله میانجیگری هم در بین باشه و مسئله از بین بردن این سوی تفاهمات که هندوستان اگر بیاید در افغانستان کنم سرمایه گذاری کنه ای برای پاکستان است، یا اگر پاکستان بیاید در افغانستان سرمایه گذاری کنه ای برای هندوستان است، یکی اپا را باید کنار بذاره. از او خاطر یک تفاهم دستجمعی سر از نو ضرورت است که طرفین با هم بنشینند و همی عادت از هم ببرن. سپاسگزارم آقای فرهنگ و آقای صالحی از حضورتان در بازنگاه امشب و سپاسگزارم از شما بیننده ها که این برنامه را دنبال کردید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.